با سلام دوستان گرانقدر و هموطنان عزیز، با کانال میثم بلاگ هستید و امروز هم با آقای فدایی هستیم که قایم در رابطه با فرهنگ و رسوماتی که در جامعه هزاره ها در افغانستان یا جاهای دیگری که در دنیا هستن میخواییم با هاشون صحبت کنیم. در ویدیو قبلی که با شما صحبت کردیم در رابطه با شبشینی و تولد یه نوزاد در خانواده هزارگی با شما صحبت کردیم و گفتیم که چه رسم و رسومات و رواج‌هایی در جامعه هزاره مرسوم هست. امروز از آقای فدایی خواهش کردیم که در رابطه با رسم و رواج توی یا عروسی در جامعه افغانستان یا جامعه هزاره چگونه است؟ که اگر دو جوان، دختر و پسر با هم دیگر میخواهند عروسی کنند چه رسم و رسوماتی و چه رواج‌هایی که در جامعه هزاره هست و مرسوم است را با شما در میان بگذاریم صحبت کنیم. لطفا کانال یوتیوب میثم بلاگ را سابسکرایب نمایید و همینطور از ما حمایت کنید و این ویدیوها را با دوستان خود شریک کنید. آقای فدایی سلام. سلام علیکم. شما میتونید به دوربین نگاه کنید. با دوستان سلام کنید و سلام علیکم. کسایی که صدای از مرا میشنوه تمامیشون خوش و روزتان شاد باشه. آقای فدایی عزیز، شما خواهش میکنیم که با توجهی که شما در بین مردم هزاره زندگی کردید و در اونجا بزرگ شدید، کلان شدید و از رسم و رواج هایی که در بین مردم هزاره می باشد صحبت کنید تا جوانایی که فعلا از جامعه هزاره دور بودن یا دور شدن و در کشورهای دیگر زندگی می کنند با این رسم و رواج ها بیشتر آشنا شوند. سپاسگزاریم از شما. با اجازه، چون پای عروسی در میان آمد، قبل از اینکه راجع به خود عروسی صحبت کنی بهتر همه که چگونه یک دختر تازه پیدا نه. در مسائل رواج قدیمی یک آدم به نام پیشرام گفتن. پیشرام؟ آره. ابتدا از کجا شروع میشد؟ مثلا بچه ای که جوان میشد، بعد پدر مادر زیار دو بین خمشیشتن صحبت میکردن که خانه بچه رو باید آباد کنی. بعد از او آردو به توافق میرسید که باید فلانی رو بگی، یا مثلا یک دختر از فلانیه قد از او فلانی آدم آشنایه او رو پیش را رایی کنی که دختر خمیده نمیده. بعد این پیش را مراب دخانه طرف را در یک دفعه نه چندین دفعه، بعضی موقع حتی تا یک سال طول میکشید. برای مراب تو مهماد و تعریف از این خانواده و از خانواده تا یکی را با هم دیگه سازش دلجی میکدن. بعد از او باز میگفتن مراسمی لات اندازی یا شال اندازی باید در میان گذاشته شد. بازی رو میخریدن و امرای همزی پیش را مرافتن در خانه خاطر دختر. البته بسیاری بعد از نان مرافتن، بعد یا پیش از نان مرافتن، نان مان مخوردن. باز داخلی که ختم شد اینجا به این خاره مسائل مشخص میکردن که گله چه مقدار باشد، مثلا چقدر کالا خرج تکیه، توی خور تکیه، این مسائل را در منخ میشیشتن سرشته میکردن، با هم به توافق میرسیدن. بعد از او باز آتی بچه میگرفت، میگفتم او بیریم در کجا یاره، باز زور مبردن نشو میدادن. باز عروس همونجا او زمان دیگه تال عروس نشته، دختر همونجا میشیش، باز زور شال در بله زم انداخت، او به اصلا دختر بود شال کده. بعد از یک چند مدت که تیر میشد، او زمان نره مرافت گوره شیرنی میکرد. چند نفر خنجقه ازی مرافتن اما نزدکایشی باز کشمش ناخود مبردن، اونجا ملا دعا میکرد، بعد از این میشود شیرنی. بعد شیرنی که مسایی کل میشود، اگر مثلا وضع اقتصاد خوب بود زودتر رسی میکرد، کسایی که وضع اقتصاد خراب بود دو سال سه سال طول میکشید تا و اقتصاد چه به اصلاح همو گلمله را یا خرج توی را پوره کرد. چون در او زمان را وضع اقتصادی مردم در قدیم خیلی چیز بود،
البته ضعیف بود در پسانا وز خوب شده که هم از قدیم یک مقدار صحبت که منن یاد منده و هم در بعدی ها. بعد از زمینی عروسی فراهم شد در یک چرخمی باید عروسی شنه. بیشتر عروسی ترمای سال صورت میگرفت چون مردم کلگ کار دیقانی داشتن. پس ترمای سال جمع شدن مرافت نره ای به اصلاح امی پیش را مشخص میکرد. مثلا 20 لاتا پیرو، مثلا 15 لنگی، ایت چیزا را معلوم میکرد. بعد از باز خانیاتی دختر کوی میکرد به نام پایوازی، او مهمات خانیاتی باشر توق میکرد. امی تاتی باشر مرافت خانه زور توق میکرد، بازوایی که لنگی یک لنگی موار میداد. بازی خود پیش را که بود، این فرق میکرد دیگه. بعضی ها لنگی میداد، بعضی ها کالا میداد، بعضی ها دیگه مره خودم کمک دیگه قنجرش میداد. باز قدیما خیلی خوب بود، به نام نیماوری میگفتن. همه دوستای خانه بچه که بود به اصلاح پاپایش مامایش همهش اینا یک دانه گوسفند یا یک دانه بوز این آته بچه رو میداد که تو به اصلاح پسمنده نشون. این رواج بود. بازو که همه توی میکرد بازی قنجقه زو همه تر کمک میشد همی رخم. چون در قدیم که بود حتی میگفتن که مثلا در روسی که میشد دامت لنگی از یک میورد، پیرو از یک به اصلاح کالا از یک میورد، کرتی از یک میورد داره و بلده عروس هم مره پیران عروس مرافتن از یک خانه میوردن ورد بنام شاگم نک. آره چون مردم از اقتصاد خراب بود همکاری داشتن. خب دهی بعدی ها دهی پا نیماوری کس از بین رفته چون هر کس فضل خدا و از اقتصاد خوب شده کس تا کس محتاج نیه. هر کس سره همو خرج عروسی رو خوش تأمین منه. بعد از او با ذهنی که زمان ما مثلا زمان خود عروسی در قدیم که بود پیش از پیش خرج معلوم بود. مثلا یک گاو قرارداد میگرد یک گاو بیدی یک گاو مبرد بعد مثلا اینه قدر آرد بیرو او آرد رو مبرد نره باز دو چشت توی می دادن. بیگایش مثلا شوروه بود، سوپشی، چاشی، تپشی بود. آره دیگه صبحانم سرم دو چیز بود خرچ که به اصلاح در عروسی می گفت. باز اونو بود که این مسائل که تمام می شد باز قطقو مرافت مادر بچه. باز او پیش از پیش مرافت یک شاونی پیش می شیش تو پیری را آماده می کردن. باز اونجا مردم حرکت می کردن شاو مرافتن در اونجا. در روسی باز او زمان چونی در ابتدا که بود تایمیب نبود غزلگوی بود دو جوره یک جوره مثلا نره او نظر در وضعیت از خانواده یا به اصلاح از مردم رواج بازی غزلگوی ها در غزل گفته دیگه خیشو قنجغش مرا در یه بعد یک شدد چون تایب رواج شدد در تایبار روشن مکدن مثلا بیشتر خواندن سبدر توکلی از این میشتن و همیت خوش خوشحال ما رفتن اونجا بازده اونجا که مرسیدن نره البته کسایی تفنگ داشتن یک چند تفنگ میزنن باز بعضی ها در قدیم که بود رواد چی بود که ما رفتن سی خاتونک بازون کردن بعد از یک چای مخوردن نره سنگ میشندن هر دو طرف باز سر برد و باخت بود داره باز اونو بود پسانا که بود داره تیراندازی بعضی ها اره نیشو میزدن بعضی ها که بود دوری رواج هایی نداشت نه مثلا تیراندازی میکردن نه سه خاتونک بازی میکردن مرافتن همونی باز نان که مخوردن بعد از نان باز خیشو جمع شد در مجید باز اونونج که بود دیگه از اوز غزلگویا شروع میکرد هم طرف خاطر دخترم غزلگویا خمه بود آره و این طرف هم بره چی غزلهای رو میخوانده؟ بیشتر غزلهای که بود قصیده بود ولی در جایی مثلا آدمایی بود که سر شو تا سو بره در باره یک چیز قصیده هم بود آره قصیده گویی غزل گویی در بین مردم از من خیلی مرسوم بود حتی مثلا در یاد از مار یک دختر خود شده خیلی مسائلی
غزل داره، شعرهایش کوچی جور بده. در حال کره مثلا 5 کتاب رهانده. باز اونو غزل که دوام پیدا میکرد، باز آردان میکرد، غزلگوهای خورا چیز میکردن، روح میکردن که باش کدام غزلگوی قویه. آره باز غزل ها تا صبر دیگه کس خوامو نمیکرد. بازی بچه ها که خوامو رفت پیرون زر میگرفتن، در گلیم خنجره چیز پینگ مینگ رو مکم میکردن، او که بال میشد و پیرون شد مردم میخندی. از این طرز بچه ها خوامو هم نمیتنستن، برای اون منجا میشیشتن داره. با سنده میسو برای مردم قس کم خواب میکنن. بعد از اونو بود که چاشت نان اول خیشور میدادن رایش که دور بود، میگود خیشور نان بخورن، نان که مخوردن اون از اونجا بری را حرکت میدادن. بعد همی غزل گفته و مثلا تایی و همی برنامه و خوشحالی و اره بری را دبله اسم بردن تا اولا دامت که بود پای بیاده مرا، بعدی ها که بود بلده دامت هم از پیدا میکردن ناردو سوار اونجا ما رفتن. اونجا که ما رفتن باز وقتی که خیشو مرسید، بعد از اون باز دامت چیز کار میکرد، ما رفت پیشت خسر مادر اصف گرفته، ما رفت باز خسر مادر هر زمان گرفته میور. باز این شاوشی خود یاده باشه همو ملابستیخ میگرفت نان میدادن. اونو بود که این شوام دیگه شو تاسو به غزل بود و ساتره بود برنامه رو. اینی بود رسم رواجهی عروسی که ما به طور کوتا گفتم، اگر این را مفصل قصه کنی وقت شما رم زیاد نگره و اینجا هم کسته این وقت کافشاب رم نگری پانه زیاب داره که همی همکاری رو کرد که بلده ما وسته یا اخری داد. تشکر من همی دیسمال یا شوخینه صحبت نکرین آقای کدایی که مثلا هنا یا شو خینه بود؟ او رو که بود اگره باز خینه هم بله خیشو میماد و هم بله آروس داره. وای که بود اگونج دخترون خلاج جمع بود دیست آروس خینه میکدن با شرک خسر ماده، و اینجا که بود دیست داماد بچه رو بخواهش خینه میکدن. آره اونوش از یادم رفته، داره تشکر که دادم. در بخش خود عروس چه رسم رواجهای وجود داره که مثلا برای عروس مثلا جزیه میگرفتن، لباس میگرفتن، بعد همه طور دیسمال میدادن، دیسمالای کمکی و او باز او پسان بود. بازور وقتی که عروس در قریه میورد با چند روز با چره مردم نجم میکردن، باز همو کسایی که به اصطلاح دیسمال میداد بعضی را داره وایش مسائلی بخشه میگفتن داره که بخشه تقسیم میکرد، داره دیسمال کوکی پسانا رواج شده سردریشی بازوره بلی خود خانواده بلی مردا بخی خوش دریشی میورد و بلی دیگرها دیسمال داره اونو را خمارد. باز یک مسئله دیگه جمع منده که برم خدمت ترس کنم، مسئله لنگی بود. چهار دو جانبه اره لنگی خور داشتن، مثلا 20 نفر 15 نفر این طرف اره، 20 نفر 15 نفر اون طرف اره. بازاته دخترم اره کالا زیاد نداد دختر خود. این رسمایی بود که دهی پسانا به نظرم کم شد. کم شده. بعد یک نکته ایره که میخواستم به شما پرسان کنم در این رابطه که امروزه که هست دخترها برای همین خود عروس که هست برای آرایش پول خیلی گزافی پرداخت مونند، آرایشگاه مورند و خرج خیلی گزافی روی دست دو طرف میفتند. در قدیم در بخش آرایش یا لباسایی که عروس میپوشه چه رقم رسم؟ خیلی ساده رسم. فقط اما لباسی عروس که بود گنمور همو تکه نو گنمور بسیاری بخمل رواج بود، اره که او را در جان عروس میدادن مثلا لوتا دیگه اره گنمور همو چیم بمیش سرمه میکردن دیگه یک چیزا نبود داره بید. اره روی مویش رنگ کنه یا مثلا نه این مسائل اصلا نبود، فقط دیش خینه میکرد و همو چیمای سرمه میکرد دینی بود. اره به اصلاح پیشنی چیز آره عروس اصلا نره لباس داماد که لباس راره بیشتر لباس سفید آره او را تنبان شلوار را جور میکردن، باز کرتی بود و اسکرت بود. بعضی ها را جرسیم میداد اون نظر به آره، اما این چیزای ضروری بود. باز اونو را میوردن دمنه دیسمال بسته بود، باز او را آخون دعا میخوند
در پیله باز آو زور بله زور تید میکرد بعد از باز کمر دامه در قدیسمال بسته میکرد کالا رو که در جانش میدادن اره لنگی منگیش رو در سرش میدادن باز رو خواهش خنجغیش بود اونزونج باز دامه در مبوردن در خانه قصورش اونج ما را به اصلاح دیدگی یا تندور زیارت میکرد باز اونج یک مقدار پیسه سر زو میشتن دیگه زیارت نه به این معنی باره چیز که نره خجواز بودم دوان درگیش ما را افتره همون یک چند رو پیم اونج میش باز اونج میمادن باز یک رسمی دیگه یه بود که یک کیپچه بود یک سردرزی کیپچهش که بود به اصلاح آمنیزدی گرزی فامیل میگرفت از طرف اوش خدا کنه کرد چه خدر میگریم آره مثلا ما زیاد منده که از 3000 گله آین تا 60000 را ما یاد درو مره که مثلا در منده قیزمو بود که بعد از اون 20 سال اینه 25 سال که آواره ایم خبر نیم که فعلا چه رسم رواج آره اینه قضایا بود که در اونجا صورت میگریم دیگه باز اونو عروس رو که در اینجا که ما بردن باز بعد پای وزی بود که او پای وزی می بود که چیز را آته دختر خپسکی می برد بازی آته باشه امو خیشا و دیگه سرخانه یک نفر از قریه خو قنجغه از دامد مرفت نونی باز اونو برای پای دختر شواز می شود بعد از اون می تنیست خانه آته خو برد اینی چیزهای کم کم برای که آدم منده خدمه درس کنید بعد در رابطه با فرهنگ زیبایی را که گفتیم که در بین جامعه هزارها رواج بوده فعلا کمرنگ شده ما و نسل جوان چه کار میتونه که مثلا این رواج ها و این فرهنگ هایی که کمرنگ شده را پس که پر رنگ کنه پس که در جامعه برگردانه خیلی سوال زیبا کنیم شرایط فعلی قسم میشده که امی زندگی شهری کسته بین مردم فاصله ایجاد کرد و از طرف دیگه وضعیت اقتصادی بین مردم چیز فاصله ایجاد کرد و بیشتر جوان ها کسته سابق بودک در خانه بودن حالی کسته به مرز جوان شد حال خوب مکتب هست در یک دوره که بودک مکتب نبود کلگی ما رفتن در غریبی آره. وایشی باید صحبتش خیلی دردراز هم اما در این جره در این یک را وجود داره او رایی یکیم سر روز موبایل هستن میتونن همه جوان ها باید دیگه خوب اما بعضی ها کستن یعنی می قصه ای که ما وسته مثلا از گذشته کنی ایر مسخره میگره اما قرار گفتار جامعه شناسی ای خود زی ارزش خاص داره مثل که یکی از دانشمندان مگه خود روپی نقش نداره در یک جامعه اخلاق نقش داره این اقتصاد داره وقتی اخلاق بود وقتی گذشت بود همکاری بود آره این بازده ای رابطه بخیر یک داستان به نام آشار یا کمک اگه یک دیگه بازی تا وقت دیگه بخیر بس خدمه درده سوال اگه من ده پس ما جوان هم باید کار کنیم جوان ها گفتیم اینمیه که با هم دیگه باید که همپذیری دشته شد همپذیری دشته مثل که هم یک مثال قدیمی ما و شما یک که هر کس بندازه یک جا از غیرت کم کنه دنیا گل گلزار کال مردم ها مگه آن چه بدبختی در دنیا با وجودم ده خودخواهی بله خودخواهی و غرور است وقتی که آدم از خودخواهی بندازه یک جا کم کنه دیگه جامعه خود چه بافت مخوره دیگه کدام مشکل ایجاد نه بله حق آخر تو برای بینندگان عزیز چیه؟ حرف آخر خواهد کنم؟ حرف آخر البته برادرها ببخشد چون ما تازه به اصطلاح صحبت مونی در رابطه اشتباهات خیلی زیاد داره و از طرف دیگه ما خودم آمادگی خاصم ندارم و آقای احمدی بی بلغه گفتی و تنکه هم مارم گفتی این در رابطه صحبت کن ما مونم چیزی که یاد مماد خدمت شون تقدیم مونم تشکر مونم از جمع دوستان تشکر زنده باشید آقای فدایی خب دوستان عزیز و گرانقدر همونطور که آقای فدایی هم برایتون گفتن لطفا ما را راهنمایی کنید و همینطور حمایت کنید
و نظرات سازنده خود را از ما دریغ نکنید و دوست داریم که ما این سلسله برنامه ها را ادامه بدیم به آقای فدایی که همطور که شما میبینید جوانان از فرهنگ و رواج و رسومهایی که بوده در جامعه فاصله گرفته و ما شما خواهش میکنیم که جوانان را به گفتگو دعوت کنید و ارتباطاتتان را با جوانان گسترده تر کنید و از پیر و مادر بزرگان و پدر بزرگانی که در بین جامعه بوده از اونا خواهش میکنیم که آنچه را که از گذشته میدانند و به یاد دارند با جوانان و این نسل شریک کنند. خواهش میکنم لطف کنید ما را یاری کنید و همینطور کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. سپاسگزارم از شما. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.